ایده اصلی سوپرمن را از همان مفهوم ابرمرد نیچه گرفته باشند. هر جامعه ای نیاز به ابرمردی دارد که با قدرت مافوق بشری بتواند دست به کارهای خارق العاده بزند و دنیا را به تنهایی و در شرایطی که عامه مردم در خواب ناز بیخبری به سر میبرند نجات دهد و اشرار را به سزای اعمال ننگینشان برساند، خاصه در روزگاری که جهان تحت سیلای نظام سرمایه‌داری و ظلم سودجویان سیری ناپذیر در آمده باشد و آحاد مردم هیچ توانی برای مقابله در خود نبینند. نیاز به اسطوره سوپرمن، ابرمردی که قدرت افسانه‌ای جاودانان یونان و روم را به یاد آورد، شکل می‌گیرد. اما عجیب آنکه این جامعه حتی در خیال نیز نمی‌تواند سوپرمن را در دامان خود پرورش دهد، بلکه چون این موجود خارق العاده‌ای باید از سیاره‌ای دیگر بر اساس جبر کائنات به سوی زمین فرستاده شود. سوپرمن بشر نیست، بلکه موجودی فضایی است که تنها ظاهرش به آدم ها می ماند. و جالبتر اینجاست که او وقتی می خواهد خود را مثل دیگران جا بزند و در زندگی و کار یک مثل آنها باشد، خود را احمق جلوه می دهد. گویی از دید این مرد فرازمینی، مردمی که در سیطره نظام سرمایه‌داری غربی اند، بی آنکه خود بدانند در چنبره حماقت و بلاهت گرفتارند. سوپرمن تصویر واضح و روشنی از جامعه غربی به خصوص آمریکایی نشان می‌دهد و آنچه را مردم آن دیار در ضمیر دارند عیان می‌کند. جامعه‌ای که بی اتکا به پیشینه فرهنگی و تاریخی که عموماً فاقد آن است، چشم به ستاره‌ها دارد تا رؤین تنی که به فکر نجات مظلومین است بر این کره خاکی حبوط کند و به داد ستم دیدگان برسد. سوپرمن دروغ است، اما دروغ راست مانندی است که حکایت از یک نیاز همیشگی دارد، نیاز به منجی که در جامعه آمریکایی با خیال پردازی کودکانه عجین شده است.